جناب سعد محسنی، بنیانگذار و مالک تلویزیون طلوع، این برنامه ما خطاب شما است. جناب محسنی، شاید شما از همگی کرده، از همگی ما کرده زیادتر معتقد باشین و بفهمین که خبر ملکیت کی است. خبر ملکیت مردم است. ما من عیس کسایی که در میدیا هستیم و تلویزیون طلوع که به شکل بسیار گسترده و مطرح در میدیا است و یا بگویم بخش عمده میدیای مملکت ما را در دست داره و پیش میبره، اینا باید از همگی ما کرده ایره مراعات کنن که خبر ملکیت مردم است و تلویزیون طلوع امی کار کرده، در این راستا مبارزه کرده، دامان اشرف غنی بالا شده، من ایس رئیس جمهور، دامان ملا برادر، دامان ازی خواهین ازو خواهین و کسای دیگه که دشوار هم بوده و قربانی های هم دادین، که از جمله ازو یمای سیاوش است که دوباره هیچگاه نمیتونیم کسی مثلش داشته باشیم. در این قسمت شما رسالتمندانه حرکت کردین، اما اگر خبر مربوط شما و مربوط تلویزیون طلوع باشه، آیا شما در این قسمت رسالتمندانه حرکت میکنین و قبول میکنین که خبر ملکیت مردم است، یا میخواین که او را گلونش خفه کنین که مردم خبر نشه که در تلویزیون طلوع چی میگذره؟ در تلویزیون شما در امی هفته هایی که گذشت، خانم آریانا سعید که تحریک میکنه یک تعداد هنرمنداره، باعث بدنامی آقای فهیم مبارز و در امی 3-4 روز آخر با تحریکات از اینا نزدیک است که آقای فهیم فنا شدیدن زخمی شه، حتی جان خود از دست بده. تلویزیون شما نه تنها که هیچ گونه عکس العمل نشان نمیده، بلکه این خبر هم خاموشانه از زیر گلیم میکنن. آقای محسنی، وقتی که ما متوجه شدم که فهیم فنا مظلوم قرار گرفته و کسای میخواین که با بدنام ساختنش مسابقه را یا برنده را به یک طرف دیگه ببرن، ذهنیت های مردم را گلالود کنه یا سمی و زهراگین بسازه، ما آمدم یک سلسله مسائل تشریح کردم و ای احتمالاً موجب غضب آریانا سعید شد. در امی برنامه که ما در رابطه با فهیم فنا پخش کردم، این باعث شد که یک تعداد نفر از افغانستان با ما تماس بگیرن، که از جمله از این یکی از یا گفتن که آقای عیار، ما دوست بسیار نزدیکم، گارد است، سیکیوریتی گارد است در تلویزیون طلوع، امی جایی که سوپر استارا مکان شبانه دارن، اجازه بتین که ما بعض چیزایی که جای اتفاق میفته برای شما ریپورت بتم. ما گفتم دوست عزیزم، ما کتی حکومت، کتی طالب، کتی جنگای دیگه نمیتونیم که یک مشکل دیگه را در اینجا حل کنیم. تلویزیون طلوع یک تلویزیون با پرستیجه، ما یقین دارم که اینا به خوبی پیش میرن. گفت نه آقای یار، دیشب آقای جمال مبارز با آقای خلیل که هر شب بیرون میرن و از اوجا نشه میاین، نزدیک بود که آقای فهیم فنا را در اتاقش با ضرب یک ترموز چای بکشن یا بسیار شدیدن زخمی کنه که ایف به جان فهیم فنا اصابت نکرد. ما پرسیدم که تلویزیون طلوع چی کرد؟ گفت هیچ، امی دوست ما که بادیگارد است، گفت رفتیم او دو نفر از اتاق کشیدیم. اما
پیش از چی اتفاق افتیده بود؟ پیش از این در برنامه تلویزیون طلوع که همیشه یک روز یا دو روز پیش ثبت میشه، امی برنامه ستاره افغان، در اینجا امی خانم که عبارت از آریانا سعید است، امی را اگر شما در بخش اول ثبت برنامه ببینین، در دقیقه 15 وقتی که آقای فهیم فنا روی استیج میخوانه، فکر میکنی که آریانا سعید یک دیگدان است در جگرش آتش در گرفته، یعنی فکر میکنی که یک چیز در دل و یک چیز در کله علیه فهیم فنا داره. و دو سه بار در امیجا با جمالزاده که طرف چپ شیشته اتر چشم دور میتن، اردویشان به زبان چشم با هم گپ میزنن در مورد فهیم فنا و نشان داده میشه، یعنی زبانشان رو نمیفهمی اما میفهمی که یک چیز نامیمون در ذهن خود دارن. و آقای جمال مبارز بسیار خشمگین، اصلا خنده در لبایش نیست. یعنی میبینین که اینا قار، اول چرا قار هستن؟ به خاطر که در شروع برنامه وقتی که گرداننده مجلس از مردم میپرسه که به نظرتان کی میبره، کلگی هم صدا میگن که خب فهیم فهیم فهیم. و ای آریانا سعید بسیار خشمگین میسازه و آقای جمال مبارزه، یعنی اخلاق هنری خو خیر، اما اخلاق یک جج یک قاضی که شما گرفتین که در اینجا باید یک حد اقل اخلاق هنرمند داشته باشه، یعنی به هیچ وجه با این حرکات چشم و ابرو علیه کسی در روش ظاهر نشوه. ولی خیره، به هر حال آقای فهیم فنا روی استیج میره. آقای سعد لطفاً یک چیز به یاد داشته باشین که آل این خبره، ما نمیخواییم کاپی رایت شما را از پیش شما بگیریم به هیچ وجه. این مگر خبره، این را کل ما حق داریم که من ایس خبر سرش گپ بزنیم. ما بسیار یک کلپک خورده میگیرم که شما ای را ببینین. آقای فهیم فنا وقتی که خواندن خود خلاص میکنه، آهنگ به نام از برگ گل پیاله ساز که لب یار نازکه، یعنی بسیار یک آهنگ زیبان بود که از ساخته های خودش است، ای وقتی که خلاص میشه، آقای قیس الفت و دوست دیگه که در اوج است که اردویشان بلند میشن روی استیج که تشویق کنن آقای فهیمه، در این وقتی که آقای قیس الفت میخواه پایین شه، آقای جمال مبارز بلند میشه. ظاهرن تو معلوم میشه که رفته تشویق کنه فهیم امراش قول بده، اما سعی کنین اتو در ویدیو درست معلوم نمیشه، اما ات یک شانه در کمیتش و دست خدای تو که پیش کده ایش قول نمیته، تو میره القه میزنه و تا میشه. بسیار یک رقم آقای جمال مبارز بسیار ببخشی، یعنی لچک مهابانه بود یا قلدر مهابانه بود. شما که بدماش نخواد باشین، ما فکر میکنم شما میخواین در ذهن مردم به حیث هنرمند شناخته شوین، اما این حرکت شما اون نمو نقش یا امو تصویر شما را، امو تصور شما را در ذهن مردم خدشدار میسازه. اگرچه آریانا سعید بعدا میگه که من این حرکت آقای مبارز تایید نمیکنم، اما در واقع از اول بین اردویشان این طرح شده بود. باز ببینین به خانم آریانا سعید.
کمی نگاهشان اینا میفهمیدن که امروز اینجا چی میکنیم. فهیم بسیار با یک اخلاق هنری خوب با خنده ای را تیر کرد. من ایره مجبور هستم با مانم آقای سعد، لطفا ایره بلاک نکنین، به خاطر اگر کنین مانایش ایست که رقم اشرف غنی یا طالبان نمیخواین خبر پخشه. با خنده تیر کرد. چرا؟ به خاطر که کاراکتر فهیم فنا امی است. فهیم فنا بسیار آدم نرمه و دلیل داره. خود زندگیش کوره راهایی که رفته و تصادفی نبوده که این موسیقی را که عبادت است یاد گرفته، این موسیقی را که این کار میکنه قوالی، موسیقی خانقایی، در واقع موسیقی عبادت است، موسیقی صوفی هاست و اشعار بسیار صوفیانه در اینجا چی میشه؟ انتخاب میشه و ای آیسته آیسته برای کسی که این موسیقی را میکنه یک کاراکتر، یک شخصیت بسیار نرم و دوست داشتنی میتن. حتی بعدن وقتی که دعوا پیش میره، آقای مبارز در روی استیج بازم به مو گپایی که میتونیم یاوه سرایی بگویم پیش میره، فهیم از جای خود بلند میشه میره دست آقای مبارز بالا میکنه که همی خودت نمبر اول. فهیم جان اینالو نه یک چیز ما بگویم باز، یک چیز ما بگویم بازم ای چینه ساختگی، ای اونمو کرکتر است که اینمی اشعار صوفیانه و همی موسیقی برای ازی داده. اما ریانا سعید در اینجا خطاب به فهیم چی میگه؟ متاسفانه وقتی که خودت خواب فهیم جانمو تو گپارت میزنی و تاثیر بد میگذاره روی ستارا. اینمی گپ ما از چندین تایشان شنیدیم که خودت در پشت صحنه گفتی که ما موسیقی که ما میکنم هیچ کس نمیتونه با ما رسیدگی کنه. سه که یک دقیقه اگه خودت زمینی باشی تو مثلا نمیشه. کل مشکل از اینجا آمده. ولی مبارز هم کاری که مبارز کرد ما سپورتش نمیکنم. فهیم جان یک چیز ما بگیم. فهیم جان دیگه این گناه خودت از دیگه، اگه خودت در پشت پرده نگویی به مردم که ما هر رقم موسیقی را میفهم و هر رقم موسیقی را میتونم، باز اینا سرت قار نمیشه. حالا اگر فهیم گفته که ما دسترسی دارم یا توانمندی یا تبحر دارم به موسیقی های مختلف، اجازه بدین که بگویه در مورد خود. آلدهی چرا؟ ای چرا حد که حرمت شوه برای خانم آریانا یا برای جمال مبارز؟ ای آقای جمال مبارز هم میتونه که عرق ماهنگ دیگه بخونه. فهیم نمیتونه که به خاطر که اینا قار نشن نگویه که ما میتونم عطا رپم بخونم. اگه بخونه جمال مبارز میزنش و اینم موگه پس سعی کنین که جمال مبارز چی میگه. اما این آدم ادعایش ایست که ما هر نوع سبک با شمول رپ میخونم. ما اینجا که آمدم روی استیج جانی بیادر تو فعلا خوندی، یعنی استیج از ماست و ما هیچ کدام چیز دیگر رو نمیبینیم. باشم اول خب مبارز امرای فهیم جان هیچ نوع رقابت نداره. ما ایره برتون میخوایم سر کلیر واضح برتون بگیم. جمال استایل موسیقیش، شخصیتش، تمام چیز زمین و آسمان از فهیم فرق میکنه. مبارز جایگاه خود داره، جای خود داره، موسیقی خود داره، شخصیت خود داره. اصلا هیچ جایی نیست که امرای فهیم رقابت کنه. اصلا هیچ جایی نیست که امرای فهیم رقابت کنه. اصلا ما هم نمیبینم. اما تره که جمال مبارز گفت که من دیگه هیچ کسا نمیبینم استیج از من، اصلا جای بر رقابت نیست. چرا نیست؟ کل از یا در یک برنامه به نام سوپر استار آمدن که رقابت کنن که یکی از اینا برنده جایزه اول باشه. چرا جای بر رقابت نیست؟ اصلا بین از یا هیچ شباهت نداره. یعنی که فهیم این مرچگک است و ای آقا همتا که سایزش کلان است، اندازش اونا ما قدر بزرگ هم هسته. ای چی رقم قاضی است آقای سعد محسنی؟ شما همتا یک پرستیج برای تلویزیون خود دارین؟ اما خیره ایره خود تشکر که پخش کردین، قسمت مهمش شما پخش نکردین. قسمت مهم ایست که ای گفتگو داغتر میشه و امی خانم بداخلاق که باعث بداخلاقی خلیل و جمال مبارز شده میخیزه و فهیم فنا را میگه تو 60,000 دلار از زن دوزی کدی بشرم دیگه.
هشتم میتونه که فهیم فنا انوزم در اینجا بشینه و در اینجا بخونه و با حیثیت باشه. یعنی چطور؟ سعی کنین آقای سعد وقتی که در احاطه یا در محوطه تلویزیون شما جایی که قرار است مهمان های شما زندگی کنند، دو مهمان شما که این دیو دیو کته است نشه از بیرون می آید در اتاق فهیم میره و کته ترموز سرشوار می کنند، ای باید با پلیس ریپورت دادن می شد. شده؟ اگر نشده مسئولیت قانونی شماست. بله شما می تانین که از مردم یک سند گرفته باشین که امضا کو که اگر در ایجا اگب شد تو موردی با ما غرض نیست، ولی او بر عزیز که اگر یک چیز بلندتر از توانمندی شما شد، از کنترل شما بیرون یک چیز شد، یا شما مسئول نیستین، مثلا یک حادثه تروریستی میشه، یک بم میپره خدا ناکده یا کشته میشن، شما مسئول نیستین، ایره هیچ کس نمیتونه که ضمانت کنه. اما با عیس میمان شما که در امو قرارگاه شما هستند، باز شما نمیتونین که مسئولیت از اینا را با بازی بگیرین. وقتی که آقای مبارز و آقای خلیل چندین بار تلفن شده که ما را اذیت میکنه و ای دفعه کت ترموز زده، ایره شما باید که با پلیس اتمی ریپورت بتین، به خاطر از این که اگر سبا فهیم فنا هر چیزی که شما مسئولیت از این به دوش تلویزیون شما می باشه قانونن. و دیگه ای که اینمی خانمه که در تالار شما یک سوپر استار شما را که مهمان شما است که شما تا پیسه بیان نمیتین، یگانه چیزی که برازیا میتین شهرت ها، اما شهرتشان هم به بدنامی تبدیل میشه در تلویزیون شما، در تالار شما. شما مسئولیت دارین که این نفر عاده حیثیت شه و مردمی که این کار کرده فورا از اینجا بیرون شود. این مسئولیت شماست. اگر شما این کار را نمیکنین به اشرف غنی میمانین. اشرف غنی هم کسایی که این کارا را میکنه زاد آخه زما ورور دای چیز بلا در فسش باشه همیجا. اینمی حکومت جور شد. این حال شما امون نمونه را شما در واقع یک حکومت در تلویزیون خود دارین. شما چی رقمی را معامله میکنین؟ آیا آریانا سعید این اسناد ارائه کده؟ با شما حداقل فهیم فنا تا وقت دز نیست که اسناد موثق ارائه نشه. او وقت متهم میشه اما ثبوت نمیشه. یک زن که فوق العاده روانی است ادعا کرده که گویا این نفر ما پیسه دادیم. ما در برنامه که با وانه داشت دیدم که خانم وانه برش گفت که اینمی اسناد را که با ما رایی کردیم، من خود جمع کردم، این 4,500 شد. تو خود میگی 40,000؟ نه به خدا مایتو، به خدا مایتو، یعنی که دروغ ها پشت دروغ ها گفت. آله در همینجا یک شایعه بود که در پشت اینمی قضیه آریانا سعید و عصیبه که در گذشته ها اینا اکس ها فوتوشاپ کردن، ویدیو فوتوشاپ کردن، از جمله غزال نایت، شبانه مهریار، خانم فرزانه ناز، غزال سادات، مجد جمالزاده را، دیگه که یک چند دختر دیگه هم است که ای بامی کارا بدنام کرده. اینال شما ای را آوردین قاضی ساختین. راستی ما هم فکر میکردم که حالا دیگه با یه قدر تجربه که آریانا سعید داره شاید تغییر کرده باشد. از همین خاطر که ما در یک سال گذشته سر آریانا سعید هیچ گپ نزدم، و خاطر که ما پیش خود گفتم که ما برالش گپ زدیم، امیدوار هستیم که یاد گرفته باشه. او وقت البته تجربه نداشت، از این باد آدم خوب می باشه. یعنی ما دمی چند روزی که بود ما بسیار اسناد سر آریانا سعید داشتم، اصلا سرش گپ نزدم و ما نمیخواستم پای آریانا را ایجا بکشم. گفتم نه، مسئله شخصی میشه. اما اگر یک کس کت ترموز در محوطه شما دیگر میزنه، او اگر به پلیس ریپورت نشده، ما شما را ارج میکنم یا بگویم که شما را خواهش میکنم که پلیس باید بیاید تحقیقات شه از آقای خلیل و از آقای مبارز.
چون مسئله زندگی است. آقای سعد محسنی، اگر شما به یاد داشته باشین، یک هنرمند بسیار جوان خوب دیگه داشتیم به نام نصرت پارسا که چند سال پیش در کانادا در ونکوور 2 ساعت را از جایی که ما هستم در موتر 2 ساعت فاصله داره، در کانسرتش یک آدم سری یک اپ ناقی قار شد که مشت در ویروس زدش جای در جای امی هنرمند مرد. اگر امی آقای جمال مبارز یا آقای خلیل که کتکت آدم های دفسه است یک مشت می زدن در روی استیج، آقای فهیم فنا را اموجا می تانستن یا زخمی کنن یا بکشن. و ای تمام از ای به اثر بداخلاقی و تحریکات یک زن به نام آریانا سعید میشه. از شما خواهش میکنم که این مسئله را که اینمی نفر گفته که تو پیسه را دوزی کردی از او زن، این خبر است، این ملکیت شما نیست. درست است که برنامه ستاره افغان ملکیت شماست، شما این را ادت میکنین به سلیقه خود با مو اندازه که میخواین. در هیچ کدام ما حق نداریم که بگویم نه این دیگه شانوان ملکیت شماست. اما اینی حادثه کاریانا سعید اینی نفر گفته، اینی ملکیت مردم، اینی خبره. اگر شما اینی را در اختیار مردم ندادین، باز ما از امی طریقی که با ما رابطه گرفتن که میخواین امی را بر ما بتن، ما بازی را پخش میکنیم. بخاطر که اینا یکی از نفرهایی که در اموج مهمان بوده، در امی اوقات توسط تلفن خود شخصا یک ویدیو گرفته که این در اختیار از اینا قرار گرفته و این را ما میتونیم بگیریم، یعنی برای شما میتونیم که این را پخش کنیم. اگر این گپایی که ما زدیم غلط است، تلویزیون طلب باید که این را مطرح کنه که نه غلط است. اگر نه که درست است، این خبر ملکیت تلویزیون طلب نیست. میخواهیم آقای سعد محسنی که خودت رقم آقای غنی به اخبار عکس العمل نشان ندی، بلکه احترام کنی به ملکیت مردم. گپ خانم آریانا سعید هم بمانی در مورد اخلاقشام که هسته که مردم بفهمه. و عطا شما باید تحقیق کنین که امین مسائلی که فهیم فنا پیسه گرفته ای از کجا شروع شده. یه خواه از ماها پیش بود، چطور آل شروع شده که فهیم فنا قرار است که نمره اول بگیره. اما خوشبختانه تشکر میکنم از مردم عزیز ما که فهیم فنا را تنها نماندن. اینمی خانم آریانا سعید سالها قبل در تلویزیون شما یک جنگ قومی دیگر را برا انداخته بود. در او وقت کسی که با آریانا سعید بود، خواننده که با آریانا سعید بود، پشتون بود و کسی که مقابلش بود یک هزاره بود و یک جنگ قومی را برا انداخت. متهم ساخت هزاره ها را که اینا ساختگی میاین رای میتن برای یک هنرمند هزاره که اول شه. او مردم پشتون تاجک و غیره غیره بری از وایات بگیرین، بیاین شما هم می کار کنین که یک کار بسیار زش بود. در امو زمان ما یه عمل تقبیه کردم که یعنی ای به نفع پشتون یا تاجک بود، اما ما منعیس یک تاجکی را تقبیه کردم، چرا که برادر ازاریم به شکل نا قومگرایانه محکوم شده بود. امسال برعکس یک اموطن ازاره ما را گرفته تحریک میکنه و به این ترتیب ازاره ها را تحریک میکنه بر علیه یک پشتون یا بر علیه یک تاجک که من نمیفهم. فهیم فنا وقتی که امی قوالی پشتو را خواند، آنقدر خوب خواند، با آنقدر یک لهجه خوب خواند که معلوم نمیشه که پشتون یا تاجک است. وقتی که فارسی ها میخوانه معلوم نمیشه و من اصلا نمیفهم که پشتون است یا تاجک است و برم هیچ مهم هم نیست. و ای که جمال زاده از کی هست، از کدام مردم، هیچ برای من مهم نیست. اینجا تنها مسئله هنر است. مردمی که رای میتین، دوستای عزیزم، ازاره، ازبک، تاجک، هر کسی که هستین، شما را قسم به وجدانتان میتم که ببینین که کی خوب میخوانه با مو رای بتین. اگر جمال زاده است برای جمال زاده، اگر آقای خلیل، اگر هر کدام از یاک است با مو رای بتین. اما او مردم افغانستان نگذارین که مردم مظلوم واقع شه. فهیم فنا مظلوم واقع شده. در همین جریان مردم میخواین بدنامش کنن و ما امو ویدیو را نشر کردم. ما گپای و خانم شنیدیم. اینا در اینمی وقت تنها به خاطر بدنام ساختن فهیم فنا ای کار کردن. امیدوار استم آقای سعد که شما در اینا خوش نشده باشین و اگر شما ای را با پلیس ریپورت نتین و ای قانونی نشه، ما خود ما یا ما ایتو بگویم
که ما با فهیم هنوز تماس نگرفتیم، امروز زنگش زدم نیافتمش. ما بر آقای فهیم میگم که آقای فهیم یک وکیل اگر بخوایی بگیری ما پیسش میدیم، یک وکیل بسیار خوب بگی، برو آریانا سعید در محکمه ببر، $1,000,000 ازش بخوای، اعاده حیثیت میبری به خاطر از اینکه تو را دزد گفته و عطامو زن گفته که تو 40,000 گرفتی، در حالی که وانه که ورقه را دید گفت 4,500، اما خود از او 40 گفته این میگه 60,000 دزدی کردی و وام در تالار تلویزیون طلوع. در عین زمان اگر تلویزیون طلوع قدم های معقول و درست نبرداشت، خود تلویزیون طلوع را میتونی در امیل لاسود شامل بسازی، به خاطر که در تالار از اونا امیاد سرخ داده و یک قانونی است. شاید شما در افغانستان نفهمین، اما این کاملا یک گپ قانونی است، آقای سعدی را میفهمه. اما اگر تلویزیون طلوع امو قدم های درست برداشت و این خانم از جای اخراج شد و آقای مبارز در اینجا یک اختاریت دید و از کارهای زشت جلوگیری شد، باز خودت با یک بخشایش و یک قضیه بیبی و این را راجع نکن با محکمه، در غیر از او برو لاسود فایل کن، پیسه شما میتین، پشت پیسه شیش رای نزن. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.